دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه کلیسای کاتولیک را دیکتاتوری کامل خواند که به اعضای خود اجازه نمی‌دهد پاپ و دیگر شخصیت‌های مرجع را انتخاب کنند. کلیسای کاتولیک در نیکاراگوئه از زمانی که اورتگا آن را به حمایت از تظاهرات علیه دولت خود در سال 2018 متهم کرد، تحت فشار فزاینده دولت قرار گرفته است. در این تظاهرات صدها نفر کشته شدند. حوزه علمیه الولا المهدوی توسط شبکه جهانی از شاعر در استان زیقار کشور عراق افتتاح شد. این حوزه علمیه در عمل به توصیه‌های بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامازلو مبنی بر اهمیت فراگیری علوم دینی و با هدف خدمت به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف افتتاح گردید. مقامات بلژیکی حسن ایکویسن امام جماعت مغربی که به سبب اظهاراتش از سوی دادگاه فرانسه تحت پیگرد قانونی بود را بازداشت کردند. وی از سنی های تندرو است و دارای اندیشه های سلفی و افراطی بوده و به تبلیغ این اندیشه می پرداخت. روزنامه فرانسوی لوپارازین در مقاله‌ای به موضوع افزایش گرایش‌های دینی در بین جوانان فرانسوی با وجود اعمال قوانین سکولار توسط دولت این کشور پرداخت. این روزنامه در مقاله خود نوشت پانیس رودر، پروفسور تاریخی و مدیر دیدبان آموزش در بنیاد ژان ژروس معتقد است که بخشی از جوانان از ارکانی که جمهوری فرانسه بر آن پایه‌گذاری شده به ویژه ایده سکولاریسم پیروی نمی کنند. وی معتقد است به رغم سکولاریسم دولت فرانسه اما گرایش دینی جوانان فرانسوی رو به افزایش است.